رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری کیو دو گفته که روند کاهش تعداد ها در راستای اجرای تعهدات ایران آغاز شده است. آقای صالحی البته تاکید کرده که اجرای کامل توافق جامع زمانبر است. به موجب توافق جامع اتمی ایران و گروه پنج بلاوی که اوایل تابستان امسال به دست آمد ایران باید تعداد های نسل اول خود را در تاسیسات غنیسازی نتنز به 560 عدد و سطح غنی را به زیر 4 درصد برساند. همزمان 20 نماینده مجلس ایران در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار توقف کاهش سانتریفیوش ها شدند. جمع شده برزگار تلگر مسئله ایران در بی بی سی اینجا با من اینی که نماینده ها چنین خواسته رو مطرح کردن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه یا اصلا چه انگیزه ای باعث شده که اونها این کار رو بکنند در واقع شاید بشه گفت که انگیزه چون این تذکری به مراتب مهمتر هست تا اهمیت نفس چون این تذکری برای اینکه این تذکر و در واقع درخواستی که از آقای روحانی مطرح کردن هیچ امکان عملی برای تحقق نداره اونها گفتند که باید به شروطی که آیت الله خامنه در نامی خودش به آقای روحانی نوشته عمل میشد ابتدا و بعد کار کاهش سانتریفیوش ها شروع میشد خب این نکته است که البته در نامی آیت الله خامنی اومده بود و اون شرط اصلی این بود که هر نوع اقدام عملی برای محدودسازی فعالیت های اتمی از جمله کاهش سانتریفیوژها ها باید مشروط باشه و منوط باشه به اینکه رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی بیان و تعهد بدن که تحریم های ای به طور کامل برچیده خواهد شد برای همیشه چون این چیزی اصولا در توافق اتمی یا برجام پیش بینی نشده آنچه که در برجام توافق شده این هستش که در مقابل پذیرش یک سری محدودیت ها تحریم های ای. به حالت تعلیق در میاد و چنانچه ایران به تعهدات خودش عمل نکنه اون تحریم ها مجددا فعال خواهد شد و این توافقی است که انجام گرفته بود یعنی شروط آیت الله خامنه ای هم از جمله این شرط هیچ نوع امکان اجرایی شدن نداشت بنابراین تذکری هم که نمایندگان میدن مخصوصا بعد از اینکه آیت الله خامینی ای مصوبه مرداد ماه مجلس رو قبل از مدت ها قبل از اون که مجلس بخواد در این زمین هم طرحی حتی تصویب کرده باشه تایید کرد چون امری من ندارم ولی انگیزه سیاسی داستان هست که ادامه فشاری است که دلواپسان که امضا کنندگان این تذکر هستند میخوان بر آقای روحانی و دولت او حفظ کنند این ادامه فشارها آیا میتونه مرتبط باشه با حرفای مثلا امروز فرمانده سپاه پاسداران که اشاره کرد یک فتنه دیگر شروع شده در حقیقت و اون فتنه فتنه پس از برجام هست که ممکنه سالها هم طول بکشه ارتباط نیست هم برحال فرماندی سپاه هم امضا کنندگان مثلا این تذکر که نمایندگان پای پایداری هستن در فضای سیاسی امروز ایران در کنار هم قرار میگیرن البته بعد از اینکه آیت الله خامنه ای تایید کرد یک انشقاق یک دوگانگی به وجود اومده بود در روزهای اولیه مثلا کسانی مثل آیت الله جنتی یا آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اومدن به سراحت گفتن که به حال این برجام هر که بود دیگه به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و از این به بعد دیگه نباید بر سر این موضوع بحث کرد بحثی که حالا دو بحث وجود داره یکی دل و باسن هستن که تلاش میکنن حتی روند اجرایی برجام رو مورد انتقاد قرار بدن دی نگاه دیگری که خود آقای خامنی هم مطرح میکنه و امروز هم فرماندهی سپاه بر اون تاکید میکنه بحثی است که معتقدن آمریکا در ورای مذاکرات هستی به دنبال گشودن روزنه برای نفوذ به داخل ایران و استحالی جمهوری اسلامی بوده بنابراین آقای جعفری از اون صحبت میکنه که فتنه چهارم به گفته او بعد از انقلاب تا امروز یکی جنگ یکی مثلا جنبش سبز هست و یکی هم حالا تلاشی که آمریکا داره میکنه و برخی از مسئولان گرایش به گفته او لیبرالیستی دارن و میخوان با غرب به توافق برسن این بحران بحرانی است که حتی از اونها جدیتر و طولانیتر هم خواهد بود از نگاه فرماندهی سپاه و اون طیف سیاسی که خود در واقع آیت الله هم در مجموع به نوعی میشه گفت اصلا نظریه پرداز این دیدگاه هست و اون رو در واقع در ارکان حکومتی هم مستقر میکنه ممنونم از جمشید و برزگر تحلیلگر مسائل ایران در میبیزید